حملات اسلام ستیزان در فرانسه افزایش یافته است. به گزارش شیه ویوز، رئیس رصدخانه اسلام حراسی فرانسه وابسته به شورای مبارزه با اسلام حراسی طی بیانیه ای اعلام کرد. حملات اسلام ستیزان در فرانسه طی سال 2020 نسبت به سال قبل 53 درصد افزایش یافته است. عبدالله ذکرا با اشاره به اینکه این حملات بیشتر در مناطق رون آلپ پادشا و پاریس صورت گرفته از اظهار داشت در سال گذشته 235 حمله علیه مسلمانان صورت گرفت این رقم در مقایسه با سال قبل که 154 حمله بود 53 درصد افزایش یافته است زکرا همچنین تصریح کرد حملات به مساجد در سال گذشته 35 درصد افزایش یافته است رئیس خانه اسلام حراسی فرانسه گسترش دروغ در مورد اسلام و مسلمانان در فضای مجازی و نشر ایمیل هایی که موجب نفرت علیه مسلمانان می شود را نگران کننده دانست وی با تأکید بر این که هیچ رابطه ای بین اسلام و تروریسم وجود ندارد گفت مسلمانانی که در فرانسه زندگی می کنند باید بتوانند مانند شهروندان سایر ادیان آینهای دینی خود را به جا آورند پس از کشته شدن معلمی در اکتبر سال 2020 حملات اسلام ستیزانه در این کشور افزایش یافت و پیشنویس لایحه جنجالی موسوم به مبارزه با جدای طلبی برای هدف قرار دادن مسلمانان و همچنین حملات استام علیه اسلام تهیه شد ذکر افزود این لایحه مداخله در مساجد و انجمنهای مسئول این مساجد و همچنین کنترل بودجه انجمنهای مسلمانان و سازمانهای غیردولتی آنها را پیش بینی کرده است به موازات این اتفاق شورای اسلامی فرانسه نیز منشور اصول اسلام را با حمایت دولت تهیه کرد در اساسنامه این منشور سازگاری اسلام با ارزشهای فرانسه عدم استفاده از اسلام برای اهداف سیاسی عدم دخالت کشورهای خارجی در زندگی دینی افراد و برابری جنسیتی ذکر شده است به گفته وی حدود 6 میلیون مسلمان در فرانسه زندگی می کنند که بیشتر آنان از آفریقای شمالی هستند فرانسه در میان کشورهایی که بیشترین تعداد مسلمانان را در اروپا دارند رتبه اول را به خود اختصاص داده است